احساس خشم و احساس خشم کینه علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران در فضای لبنان به وضوح احساس میشه. به ویژه پس از سفرهای متعددی که بعد از کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله صورت گرفته روزنامه نهار مطلبی نوشته با عنوان ایران مسئله من است. این مقاله اشاره داره که مقام های جمهوری اسلامی با سفرهای متوالی به لبنان تلاش کردند نقش خودشون رو در تعیین رهبر حزب الله در این مرحله اثبات کنند. نهار همچنین میگه سفرهای مقامات ایرانی باعث نارضایتی در محافل سیاسی داخلی لبنان شده به ویژه اینکه قالیباف تاکید کرده که او مسئله لبنان رو در مجلس شورای اسلامی مطرح میکنه و این حرف رو طوری زده انگار سخنگوی رسمی لبنانه نسرین مرعب در مقاله برای هنالبنان لبنان نوشته تنها چیزی که از ایران به ما میرسه حرف و حرف و حرفه و تنها عرب هان که در این بحران پشتیبان لبنانند. منظورش اینه که لبنان با وجود تمام مسائبی که گریبان کشور رو گرفته هیچ کمکی از ایران دریافت نکرده از سوی دیگه روزنامه از شرق با استناد به منابع آگاه از فضای حزب الله اعلام کرده که در حال حاضر هیچ کسی برای جانشینی نصرالله مطرح نیست نه صفیالدین نه سید و نه هیچ کس دیگری چون رهبری کنونی الان جمعیه علی امین فعال سیاسی مخالف حزب الله در این رابطه گفته حزب الله فعلا دبیر کل جدید تعیین نمیکنه چون هر کسی الان نامزد یا منصوب بشه در خطر مرگ قرار میگیره او تاکید کرده که حزب الله در حال حاضر از درون دچار تفرق است و در چنین شرایطی نمیتونه رهبر انتخاب کنه